به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. اختلاف‌های درون‌گروهی یا ترس از نفوذ داعش. منابع محلی در ولایت غور میگویند که بر اثر اختلاف‌های درون‌گروهی طالبان در این ولایت، 3 جنگجو این گروه در ولسوالی مرغاب این ولایت تیرباران شدند. منابع دوشنبه و روزنامه 8 صبح تایید میکنند که به دنبال کشته شدن یک جنگجوی طالبان در غور، چند پیش این گروه 3 جنگجوی خود را به اتهام قتل بازداشت و از زندانی کرده بود. منابع میافزایند که چند پیش یک جنگجوی طالبان به نام سعیدالله در ولایت غور به قتل رسید و به دنبال آن 3 جنگجوی دیگر که باشنده ولسوالی مرغاب بودند بازداشت و از زندانی شدند. بر اساس روایت منابع، طالبان در ولسوالی مرغاب دو شب پیش در یک برنامه از قبل هماهنگ شده این 3 زندانی را آزاد و سپس به بهانه فرار آنان را تیرباران میکنند. این 3 عضو گروه طالبان دو پسر و برادرزاده یک بزرگ قومی به نام ملا سلیمان بودند. ملا سلیمان حدود 5 سال پیش به اتهام عضویت در گروه داعش از سوی طالبان تیرباران شد. در این حال منابع معتبر از غور تایید میکنند که مسئول دفتر معلوماتی والی طالبان در غور 3 فرد کشته شده در گزارشی که به کابل فرستاده شده اعضای داعش معرفی کرده است. وقوع حادثه ترافیکی مرگبار در ننگرهار. منابع در ننگرهار میگویند که بر اثر برخورد یک تراکتور با یک موتر نو مازدا در جلال آباد مرکز این ولایت 5 تن جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه 11 قبل از ظهر دوشنبه در منطقه سرک حلقوی ناحیه 8 شهر جلال آباد رخ داده است. منابع میگویند که زخمیان این رویداد برای تداوی به شفاخانه حوزوی ننگرهار منتقل شدند، اما وضعیت آنان وخیم گفته شده است. علت این حادثه به احتیاطی رانندگان عنوان شده است. وضع محدودیت تازه از سوی طالبان. رسانه‌های تحت کنترل طالبان از وضع محدودیت تازه این گروه بر رنگ لباس فراغت دانشجویان خبر می‌دهد. شاکرالله وحدت، رئیس اودات و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان، در پیام شنیداری که روز دوشنبه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بیان کرده است که رنگ چپن و کلاه فراغت دانشجویان نباید سیاه باشد. این مقام طالبان افزوده که سرپیچی از این دستور به مثابه بغاوت علیه حکومت این گروه خواهد بود. طالبان علاوه بر وضع محدودیت بر پوشش زنان و دختران و محروم کردن آنان از مکتب و دانشگاه، حالا بر پوشش فارغ التحصیلان پسر نیز محدودیت وضع کردند. درگیری جبهه مقاومت ملی با طالبان در هرات. جریان نظامی موسوم به جبهه مقاومت ملی اعلام کرده که نیروهای این جبهه طی یک عملیات در ولایت هرات رئیس ارکان و معاون توله کندک سرحدی طالبان را کشتند. در یک خبرنامه این جبهه آمده است که نیروهای جبهه مقاومت ملی صبح روز یکشنبه بر نیروهای طالبان در روستای سلیمان آباد در مسیر اسلام قلعه هرات در مربوطات ناحیه 13 شهر هرات حمله کردند. خبرنامه افزوده است که در این حمله مولوی نثار احمد عزیزی، رئیس ارکان کندک 7 لوای 4 با حافظ احسان الله حقانی، معاون توله این کندک کشته و 2 جنگجوی دیگر طالبان زخمی شدند. جبهه مقاومت گفته که در این حمله نیروهای خودش آسیب نرسیده است. و در پایان، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان، برای شرکت در مراسم تالیف مسعود به ایران سفر کرده است. طالبان اعلام کرده که مولوی عبدالکبیر روز دوشنبه بنابر دعوت رسمی مقام‌های ایران راهی این کشور شده است. در اعلامیه که از صفحه ارگ تحت کنترل طالبان نشر شده آمده است که عبدالکبیر در کنار شرکت در مراسم تالیف با شماری از مقام‌های ایران نیز دیدار خواهد کرد. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.